از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای لحمی سلام و عرض ادب. آقای لحمی، گزارش را با هم دیدیم، با توجه به تجربه خودتون در زمینه مهاجرت تحلیل خودتون را در این زمینه بیان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از حضور شبکه جامعه آبان میرسن. سلام میکنم. مهاجرت در یکی از دردناک‌ترین کلمه‌هایی که میتونه هر بار در خاطرش اینو بهش بپردازه. اما یکی از عوامل بسیار سخت و بسیار مشکل در زندگی هر فردی مهاجرتی که ثبت شده، اونهایی که در قالب این مهاجرت بودن. اما عوامل هایی که یک شخص رو به واسطه اعتقادات سیاسی، مذهبی و اقتصادی مجبور میکنه به مهاجرت، علل خصوص به صورت غیرقانونی از مرزهای تحمیلی، رو ما باید در نظر بگیریم و بسیار هم دشواره. حالا اگر اتحادیه اروپا یا بقیه کشورهای مهاجرپذیر میخوان که این حجم از مهاجرت غیرقانونی گرفته بشه، باید بهبود سیاست‌های داخلی هر کشوری از لحاظ اقتصادی، اجتماعی تقویت پیدا کنه تا موج مهاجرین کمتر بشه. پشتیبانی از کشورهایی که مبدأ مهاجران هستند، مبدأ مهاجران مانند کشورهای مثل افغانستان، پاکستان و از لحاظ سیاسی که کشور خودمون باید افزایش پیدا کنه و آمادگی برای مدیریت بحران‌های کشورهای مهاجرپذیر هم باید به افزایش بشه تا بتونیم موج غیرقانونی مهاجران با این همه خطر رو نسبت به کشورهای اتحادیه اروپا کاهش بدیم. بله، با تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.